جلب میکنم. در فرانسه احتیاجی به معرفی هارولد ایمن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر شبکه تلویزیون BFM وجود نداره، چرا که او در برنامه‌های خودش هارولد الکارت هر بار تحلیلی دارد در مورد یک موضوع و یا یک منطقه. در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک از او خواهیم پرسید که او این سفر رو چگونه می‌بینه، مثبت یا منفی. Pour l'instant, le voyage a l'air de partir sous de bons auspices parce que در این لحظه سفر حالت خوشایند و مثبتی را نوید می‌دهد، نه فقط به خاطر دیدار اولاند روحانی که از سوی هر دو دولت اعلام گردید، بلکه زمزمه دیدار اوباما روحانی هم شنیده شده که اگر چنین شود از اصطلاح نور علی نور باید استفاده کنیم، یعنی یک مدال طلا. ولی مدال نقره هم از دیدار اولاند روحانی بد نیست. برای این مرحله نیاز به یک اعتماد سازی از سوی فرانسه وجود دارد. احمدی نژاد چنان شیطانی جلوه کرده بود که هر رئیس جمهوری اگر دستش را میفشرد در بازگشت به کشورش دچار دردسر بود. برای مثال در امریکا اگر چنین میشد رئیس جمهور باید پاسخگوی کنگره میشد. به نظر من اطمینان دارم که در پشت پرده تلاش‌هایی در کار بوده و بعد از پایان دوره احمدی نژاد حدس و گمان‌ها را هم دیدید که بیشتر شد و نشانه‌های آب شدن یخ‌ها را دیدیم. آیا همکاری بین پاریس، تهران، واشنگتن و لندن را مثل یک نشست ریکیاویک باید دانست؟ نمی‌دانم. آیا برای شما رهبر به نیویورک رفته یا آقای روحانی؟ مخلوطی از هر دو. رهبر بر اساس قوانین ایران قدرتمندترین است. می شود گفت هرچه که بشود رهبر است، ولی از یاد نبریم که روحانی تصویری نو به دیده ها آورده است، تصاویری که در جنگ تصویر دشمار می نمود، شاید هم بازی تصاویر. روحانی جدید به جستجوی بیشتری رو خواهد آورد، کاری که احمدی نژاد نمی کرد و حتی ممکنها را ناممکن می کرد تا حدی که روش کار او شده بود. به حال روحانی هنوز مشکلات عمقی را از بین نبرده است، ولی من کاملا امیدوارم. برای شما بینندگان عزیز باید گفته باشم که در برنامه زیر آسمان پاریس که روز شنبه از تلویزیون ایران فردا پخش خواهد شد، گفتگوی طولانی تری رو با هارولد ایمن مشاهده خواهید کرد.